با دقت گوش کن آتیش پاره. اگه میخوای روی پای خودت وایسی، باید کدوم قوانین را رعایت کنی؟ باید قوی باشی. اجازه نده دلسوزیت به قدرتت غلبه کنه. همیشه از خودت محافظت کن. اگه مجبور شدی دستی که رود بلند میشه رو بشکن. حتی اگه با مرگ روبرو شدی به چشمش نگاه کن و به سمتش برو. وقتی افتادی گریه نکن. وقتی افتادی گریه نکن. باید یاد بگیری چطوری روی پای خودت وایسی. باشه؟ و یه قانون خیلی مهم، به هیچ کس اعتماد نکن، مخصوصا به زنا. زنا عین مارن. وقتی مجبور بشن میتونن بیان و بچه خودشون رو نیش بزنن. فهمیدی آتیش پاره؟ خودت باید رو زخمت مرهم بذاری. نذار کسی بفهمه کجا درد میکنه. بهش گفتم نرو، گفتم بهت آسیب میزنن، گفتم اگه تو آسیب ببینی قلبم تیکه تیکه میشه، اما گوش نکرد. رفت تو چنگ کرمانی افتاد، عروس اونا شد، اونم بدون رضایت باباش. تو که اینا رو میدونی، پس چرا قلبمو میشکنی؟ دلت برای بابات نمیسوزه؟ حق دارین بابا، منم به خاطر رفتنش عصبانیم، قلب منم تیکه تیکه کرد. اما چی سهر؟ اما چی؟ اما فکر نمی کنین همینقدر بستشه؟ همینقدر تنفر کافی نیست؟ راست میگی، زندگی کوتاهه. این زندگی امانت خداست. وقت و زمانش که برسه این امانت به صاحبش سپرده میشه. اگه اومد به هم بگو، به عنوان یه پدر میبخشمش. اما همینقدر. دلت براش تنگ نشده؟ نمیخواین آبجیمو ببینین؟ یا نوتونو؟ اون طفل معصوم چه گناهی داره بابا؟ اون دختر شماست، نوام نوه شماست. میدونین که آبجیم چقدر دوستتون داره؟ حتی اسم شما رو رو بچهش گذاشته. یوسف هم با خودمون میبریم، هر ستامون خوش و خوشحال میریم. آبجیم بگو عزیزم. یوسف رو بهت امانت میدم. بچه‌مو
نذار اونجا بمونه باشه. خواهش میکنم برین کنار، لطفاً اجازه بدین. عجله کنید. آبجی من کنارتم. آبجی یامان، یوسف چی میشه؟ قراره چیزیش بشه؟ اول داداش یالچین، الانم مادرش. یوسف تنها بچه ای نیست که مادرش رو از دست داده. اون امانت داداشمه. ببین بابا، میدونی این کیه؟ نوتون یوسف. یوسف آی خدا حفظش کنه، چقدر شبیه توه. آبجیم یوسفو به من امانت داد، گفت یوسفو به تو امانت میدم. لبه خوشگلم، نمیتونم اونجا ولش کنم. مگه کرمانیا اونو به ما میدم دخترم؟ نمیدم. میگیرمش بابا. یوسف امانت آبجینه، نمیذارم اونجا بمونه. سلام عزیزم. سلام. میدونی من کیم؟ خیلی؟ آره عزیزم، من خالتم. منو ببین، تو شاهزاده خالتی، فهمیدی؟ اگه مامانم تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. همیشه منتظرته. اما الان بیمارستانه. بابا بزرگم کجاست؟ اون نایمده؟ من تنها اومدم. میخوای ببینیش؟ بابا بزرگ تو. اگه میشه میخوام یوسفو ببرم. امکان نداره، نمیتونی یوسفو ببری. اما امکان نداره، آقا یامان گفتن کسی حق نداره یوسفو ببره، مخصوصا غریبه ها. اما من غریبه نیستم، گفتم که خالشم. امکان نداره، خواهشان برام دردسر درست نکن. اما آقا یامان و اقبال خانم میدونن. اقبال خانم بهم گفتن که شما فقط مهمونین. میخواستم آقا یامانو ببینم، اما گفتن یه جلسه مهم دارن تو ایزمیتلی. آره همینطوره. باشه، پس یه کاری میکنیم، شما به آقای یامان زنگ بزنین، اگه اجازه داد میبرمش. من مشکلی ندارم، یکم دیگه هم منتظر میمونم. باشه.
یعنی کی؟ مجبوری حرفمو بشنوی؟ یوسف و پدرم تنها کسایین که دارم، یکیش تو بیمارستانه، این یکی هم تو چنگ توه. اما وقت زیادی رو نمیگیره. یوسف امانت خواهرمه. دیر یا زود ازت میگیرمش.
اگه میبینی هنوزم زنده ای، بدون جونتو بهت بخشیدن. زحل جان، الان وقتشه که برگردی. دارم میگم وقتشه، چرا نمیفهمی؟ آبجی، من دیگه از اون عشق گذشتم، اون منو نمیخواد. حماقت نکن، حالا همه چی عوض شده. مامان یوسف دیگه مرده، یوسف دیگه تنها شده، مهمترین شخص زندگی یامان. حالا درست فکر کن، به نظرت چرا به این روز رسیدیم ها؟ چرا مجبور شدم با یه شوهر عقب مونده یه گوشه بشینم؟ چون کوثر اومد و چیزیو که من بهشون ندادم و اون بهشون داد. اون کثافت. تو حالا باید زن یامان بشی. به جز به دست آوردن اون و تحت سلطه گرفتن این امپراتوری چاره ای دیگه ای نداری. همین الان را میفتی میای اینجا، فهمیدی؟ ماشین رو نگه دار، با تو هم دارم میگم نگه دار. داری منو کجا میبری ها؟ میخوای بکشیم؟ چی کار میکنی؟ هر کاری میکنی بکن، خواهر زادم ازت میگیرم. با تو هم، با تو. چرا جواب نمیدی؟ صدامو نمیشنوی؟ منو کجا میبری؟ عدالت. بهش قضا بده. چی؟ بهش قضا بده. خاله جون، مامانم مرده. خوشگلم عزیز دلم، گریه نکن، گریه نکن قشنگم. من با هاتم، خالت اینجاست کنارت. میگن مامانم رفته بهشت، برای همیشه اونجا میمونه، دیگه بر نمیگرده. بهش قضا بده. الان به قضا نه، به محبت نیاز داره. تو این برا رو سرم آوردی. چی داری میگی ها؟ منظور تو چیه؟ به خاطر دارو عقل تو از دست دادی. همه چی رو میدونم. کسی که این برا رو سرم آورده تو. وقتی بخوای ملکه یه قصر بشی این برا سرت میاد دیگه. بس، حالا به همه میگم که تو چقدر پست و خائنی. دهن تو ببند، اگه میخوای امتحان کن. اون موقع چهره واقعی ما بهت نشون میدم. جونم ازم میگیری؟ بگیر. آخه دیگه چه کاری میتونی در حقم بکنی ها؟ جون تو نه، کسی رو که دوستش داری. همه چی رو به یامان میگم، همه چی رو میگم. کجا میری؟ نمیذارم. بلم تو. من نمیذارم جایی بری. تو حق نداری چیزی بگی. زناتو ببین.
خواهش میکنم این کارو نکنین. من به یوسف قول دادم. تو رو خدا بذارین یه بار برم پیشش. تو رو خدا بهش قول دادم. اون بچه منتظرمه. ناراحت میشه. بلم کن، بلم کن. تو رو خدا درو نبندی. تو رو خدا درو باز کنین. خواهش میکنم. یوسف، 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 شما قلب نداری، یه سر وجدان نداری، درو باز کنی. من به یوسف قول دادم، خواهش میکنم درو باز کنی. یوسف منتظره، تو رو خدا درو باز کنی، تو رو خدا. زحل چی کار کردی؟ بلیت گرفتی؟ باشه لفتش بده. نمیدونی که هر آن ممکنه فرصت رو از دست بدی. این دختر ولکن یوسف نیست. میخوای کی باشه دیگه؟ خواهر اون کوثر احمقه. نه بابا، فکر کنم کری. اون بچه همش گریه میکنه و قضا نمیخوره، اما همین که دختره رو دید قضاشو خورد و آروم شد. یوسف، یوسف، همین الان برو بلیط بگیر و حرکت کن. فهمیدی؟ اگه میخوای به عنوان خواهرم بیایی و جارین بشی، پس بجنب. بابا، بابا چرا تنها گذاشتی؟ آخه چطور تونستی دختر کوچولو تو تنها بذاری؟ بابا، بابا، بابای مهربون، بابا، بابای خوشگلم، بابا، بابا چرا تنهام گذاشتی؟ بابا چرا تنهام گذاشتی؟ هر دوتون راحت بخوابید. امانتتون رو پس میگیرم. به هر قیمتی که باشه این کارو میکنم. یوسف رو میدوستم. اقبال خانم، همونطور که گفتین در مورد خاله یوسف تحقیق کرد. خب فردا بعد از ظهر میخواد بره آنتیب. خوبه، یعنی داره میره. اما یه چیز دیگه هم هست. چی؟ دختر دوتا بلیط گرفته، یکی به اسم خودش، اون یکی هم به اسم یوسف. چی؟ یعنی چی که دوتا بلیط گرفته ها؟ یوسف میخواد یوسف رو بدزده. خیلی خوب، بازم تعقیبش کن. چشمتو یه لحظه هم ازش بر ندار. اگه به خاطر من کمکم نمی کنین، به خاطر یوسف این کارو بکنین. من خالشم. بچه یه بیچاره یتیم شد، الانم خالشو نبینه. خب امروز ساعت 2 یوسفو میبرم بیمارستان. هرچند فضای بیمارستان خیلی سرد و غمگین، اما بعضیا میتونن با صمیمیت همو در آغوش بگیرن. خالش اینجاست. بودو بودو زود باش، زود باش،
الان برو خونه، من کارمو تموم میکنم بعدش میام پیشت. باشه قولی؟ قول میدم عزیزم، قول میدم. خیلی دوست دارم. خیلی. گفتم ببرش. بذار یوسف رو با خودم ببرم، بذار با من باشه، اون به من نیاز داره. تو رو خدا از من نگیرش، اون هنوز خیلی کوچیکه. دیگه پا تو از گلیمه درستر کردی. هر کاری میکنی بکن، نمیتونی خواهرزادم از من جدا کنی، نمیتونی. ازش منصرف نمیشم، منصرف نمیشم. یوسف امانت خواهرمه، بلم کنی، خواهش میکنم بلم کنی. آروم باش گفتم. بلم کنید، خواهش میکنم بلم کنید. با تو هم، آروم باش. بلم کنید، بلم کنید. تو رو خدا بلم کنید، خواهش میکنم. ترسیدی؟ اگه منم جاد بودم میترسیدم. ها بازم میگی منصرف نمیشی؟ بلم کنی. او یوسف خواهر زادمه، ازش منصرف نمیشم. سحر، سحر، بس دیگه پاشو. آبجی اما تو اومدم بیدارت کنم. این یه خوابه، نه آبجی.
خیلی دلم برام تنگ شده. اونو به هم ندادن. نتونستم یوسفو بگیرم، از امانتت نتونستم محافظت کنم، نتونستم خواهرزادم ازشون بگیرم. خواهش میکنم منو ببخش. تو اشتباهی نکردی که بخوام ببخشمت، در از تو منو ببخش. سالها به خاطر من نتونستیم همو ببینیم. برات خواهری نکردم، هیچ کاری برات نکردم عزیزم. آبچی، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، توانی برام نمونده تو این دنیا تک و تنها. نمیشه منم بیام پیش شما؟ نمیشه سحر، مجبوری طاقت بیاری. تو باید کنار یوسف باشی. اون هنوز خیلی کوچیکه، الان بهت نیاز داره. کنار اون تو هم تنها نیستم. تو به یوسف قول دادی، گفتی میری پیشش، الان منتظرت. سحر، آبجی، وسایل الکتریکیمون از مالزی رسیدن یمان. خدا رو شکر هیچ کدوم از کشتیامون مشکلی ندارن. شرکاونم خیلی راضین. خوبه. میخوان به خاطر جنسای بعدی زودتر قرارداد امضا کنن. بعد مالزی سنگاپوره. یه کمی مشکل برامون پیش اومده، اما چیزی نیست که حل نشه. موضوع خالش تمومه؟ تو نگران نباش. ترس از مرگ و سردی دریا همه وجودشو گرفته. دیگه حتی تو 100 متریتون هم نمیاد. چطور تونسته بیاد اینجا؟ شاید خواستش یوسف نیست. برو پیشش.
ببین چی میخواد.